60 میلیون دانلود ریستارت، برنامه ریستارت 60 میلیون بار دانلود شده است. به تعداد ریستارت های دانلود شده نگاه کنید. به راستی این ارتش سایبری جمهوری اسلامی کجاست که تلگرام را ببندد؟ نمیتونی ببندی؟ مال تو؟ نمیخواستی مردم بفهمن؟ که مال تو نیست، تو هیچ کاری توش؟ آره امن‌ترین جا هم تلگرامه. خوشگل بابا. آره نمیدونستی. آره حالا فکر کنم ریستارت یا نگاه کنم، مثلا فرض کنم یک فرمانده بسیط با ریش و پشم نشسته، من اینجوری میکنم. خیلی عصبانی میشه. نمیشه بس، حکومت ترسیده است. به زودی در خیابان‌های ایران ارتش ریستارت رو خواهید دید. همونطور که یه شبه یهو 150,000 کامنت رو زیر بی بی سی دیدید. ویلکم تو 71 71 این کاره میکنه، برنامه 100 به بعد چه میکنه؟ خوشگله بابا، خوش آمدید به ریستارت. عقل و دل و ساس کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به افل عشق، حبیب و بیمار بشیم، به خاطر رسیدن باید هم آباز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم. خب به 71 برنامه ریستارت خوش آمدید دوستان عزیز. اونه که در تلگرام، یادتون باشه هر دانلودی که در تلگرام یه دونه دانلود اضافه میشه، 2 متر حکومت به قعقرا فرو خواهد رفت. واقعا تمام زورشون هم زدن. حالا البته یه سری چیزایی هم ما تو جلسه خصوصیشون شنیدیم و میدونیم. به هر حال ترس حکومت رو فرا گرفته، منطقی هم هست واقعا. ببینید اصلی ترین اتفاق در فضای تغییر یک حکومت اینه که ببینی اون کجاست. نیروهات تو این جنگ شطرنجی باید ببینی اون کجاست، تو همونجا باشی بازی رو بردی. یعنی چی؟ یعنی این که الان شما نگاه میکنی تو صفحه ترامپ و صفحه نتانیاهو و صفحه بعضی از آدمهای سیاسی جهان، ارتش سایبری جمهوری اسلامی هست. حالا درسته که 7,000 نفرن 6,000 نفرن پرسنل که نمیتونن حقوق اون چنانی بدن. حالا در کنار اینها ارتش چند میلیونی ریستارت هم حمله کرده، تازه خداییش 0.1% شاید ریستارتی ها الان حمله کردن، چند ده هزار کامنت در زیر تمام این صفحات گذاشتن. ما تو صفحه مجازی نابودشون کرد، چیزی که اصلا کسی فکرش نمیکرد. توی این مدت انقدر سیاسی و غیر سیاسی و پزشک به من زنگ زده، میگه آقا شما نابود کردین، یعنی ترمیناتور اصلی ریستارتیان، اسمش اینو باید بذاریم ترمیناتور 4،
یعنی اینا اومدن هر صفحه‌ای حمله میکنن، هنرمند و غیر هنرمند فرق نمیکنه، کامنتاشو میبنده، همه دارن فرار میکنن. چرا؟ چون خط پیدا کردن حقیقت و کلک در ریستارت نهفته است. و اینکه دو ماه دیگه که ما قدرتمون رسیده به 40-50 میلیون بیای بگی آقا منم ریستارتیم، ما اصلا گوش نمیکنیم. اگه هنرمندی میخواد ریستارتیشه الان بعد اعلام کنه، الان بعد صفحات مجازی تو بذاری، الان اونایی که اصلاح طلبن فکر میکنن در آینده بعد جایی داشته باشن باید بیان پشت ریستارت، الان بعد نیروهایی که بیرون دارن، تلویزیون ها، رسانه هایی که بیرون دارن پشت برنامه ریستارت بیستن، پشت برنامه ریستارتی که واقعا بالای 20 میلیون شنونده داره. همین برنامه به همین خاطر 4-5 دقیقه اول گوشم مطالب سیاسی، به خاطر اینکه اختلاف شب بخیر ایران و ریستارت حدود مثلا 8 میلیون شنونده است، اختلافشون فقط. و التیماتومای بسیار محکمی داریم میدیم. حالا شما مردم نمیدونن ابو مسلم داستانش چیه، شما که اون بالا نشستین که میدونین که. خب چرا میخوان یه کاری کنیم ابو مسلم میشه؟ چرا؟ برای چی باید این کارو بکنیم؟ آخه خوشگله بابا، حکومت مؤدبانه تحویل بدید تموم شه. یادت باشه مردم اگه نمیدونن بدونن، ابو مسلم لحظه‌ای که حمله کرد نسل بنی امیه رو تمومش کرد، نسل بنی امیه رو فقط تموم نکرد، شنونده محترم، سگاشون هم کشت. یعنی اگه خونه ای از بنی امیه گربه داشت، گربه هاش هم کشت. اگر یزید خونه ای کسی مهمون بود، خونه اونا هم رفت، اونا هم کشت. گفت هر کی با این آدم نشسته پشده باید کشته شه. چرا میخواین اینطوری شه؟ تنها نسلی که از بنی امیه موند، خیلی ها شاید اینا چیزایی که من دارم بهتون میگم برای اینکه از اهل تصوف و عرفانه، تو تاریخ پیدا نمیکنی، چون تاریخ رو باید سیفون رو بکشی بره، هیچی نداره تاریخ، تاریخ هیچی نداره، همه دارن دروغ میگن. تاریخ نوشته حکومت هاست. معاویه ابن یزید، بابای یزید اسمش معاویه بود، یه بچه هم داشت به نام معاویه، معاویه پسر یزید بود که فقط نجات پیدا کرد و ریستارتی بود. خود یزید نمیدونست بچهش ریستارتیه. برای همین بهتون میگم میلیون ها دلار کشورهای خارجی مثل آمریکا، مثل نمیدونم اسرائیل، فرانسه، اینا هزینه کنن، نمیتونن همچون ریستارت مغز رو تغییر بدن. یعنی همین الان معلوم نیست کدوم بادیگارد کدوم مسئول ریستارتیه و هنوز وایساده منتظر فرمان ریستارته. هیچ کسی چی نمیدونه. نشونهش همین یزید، معاویه پسر یزید، معاویه ابن یزید پسرش ریستارتی بود و فقط این خانواده زنده مون، بقیه عمل کش ابو مسلم. پس خیلی باید مراقب باشید، خیلی خیلی. نکته دیگه هم که باید بگم، به خاطر اینکه وحدت وجودی ها رو ما از اول گفتیم، ما وحدت وجودی ها رو همه رو دوست داریم، من دستبوس تمام وحدت وجودی ها همینطور ریستارت هم اعلام کردیم هستیم، از تمام دراویش گرفته و بچهای عرفان حلقه و عرضم شما کسانی که پشت بروجردیان، حتی اگر آخوندی وحدت وجودی، چون تعدادشون خیلی کمه ما ازشون دفاع میکنیم، و اگر تلویزیون چیزی راجع به وحدت وجودی ها گفت، اصلا اولا جمهوری اسلامی کی راست گفته که این بار راست بگه؟ همین چند روز پیشم راجع به بیچاره طاهری برشه هرچی دروغ و دونگ و چرت و پرت داده بیرون. ایشون وحدت وجودیه و یه سری کلاس های گذاشته بودی که خیلی هم مفید بوده، اصلا ربطی نداره. حالا به ما هم، ما میخوام نوع نگاه هم دارم توضیح میدم، وحدت وجودی ها رو به هر حال باید این اتحاد و همه وحدت وجود با هم داشته باشیم، هیچ فرقی نمیکنه، همه باید پشت سر هم دیگه وایسیم. و یه سری دروغایی گفته که همش هم دروغ. خود آقای طاهری صد دفعه گفته آقا من نماز میخونم، من امام زمان قبول دارم، من مسلمانم، من شیعه ام، خودش هزار دفعه گفته. حالا تهمتایی که بهش میزنن هیچ کدومش قابل، حالا من نمیخوام راجع به بازجوش حرف بزنم که خود اون آدمه، اون آقای نمیدونم چی چیه آخرش ایدی داره، این یه لیه داره، نمیخوام بگیم چه جور شخصیتی داره، چی نمیخوام بگیم، ولی بدون که خیلی چیزها رو خیلی هم میدونن. به هر حال به دروغای جمهوری اسلامی هیچ وقت توجه نکنید، ما هم با عنوان گروه چند میلیونی ریستارت از وحدت وجودی ها دفاع میکنیم. از هرچه بگذاریم، سخن دوست خوشتر است. هفته پیش توضیح دادیم که عالم ملک، عالم ملکوت و عالم جبروت رو، عالم جبروت رو فقط انسان کامل میداند و هیچ کس راجبش چیزی نمیداند مگر تک صوفیانی، تک آسهای صوفی که در طول تاریخ با اجازه انسان کامل جبروت رو فهمیدن، یعنی رفتن توش
قوس کردن و شنا کردن و مفاهیم بسیار عظیم و مرواریدهای بسیار بزرگی رو از توش کشیدن بیرون. و اگر هیچ کسی چی نمیدونه، اما از عالم ملکوت یه سری چیزایی میدونن. علتش هم خیلی ساده و بسیار مشخصه. زمانی که زمانو برمیداری، زمانی که زمانو برمیداری، اون وقت همه چیز رو میفهمی. مولوی اینم بازم این شعر حذف شده. اصلا کلا مولوی رو قلع و غم کرده. این خیلی برای من جالبه که بدونم. کلا قلع و غم کرده. میگه عالم نبود و من بودم، آدم نبود و من بودم، این دم نبود و من بودم، من خالق الاسماء هستم. آقا مگه میشه یه آدمی همچین حرفی بزنه؟ حالا اگه اینو مثلا 4 تا روحانی بزنن، 4 تا کشیش بزنن، 2 تا آدم بزنن، میگیم خب دروغ نگو دیگه. میگه عالم نبود، مولوی میگه من بودم. البته این شعرم الان تحریف کردم، همین 2 بیت هم تحریف کردم. عالم نبود، جهان هستی نبود، من بودم. من بودم. آدم یعنی همین حضرت آدمی که ادیان میگن. نبود و من بودم. این دم یعنی همین الان که من دارم حرف میزنم، مولوی میگه نبود و من بودم. من خالق الاسماء هستم. من آسمونا رو من خلق کردم. چطوری میشه جیزز هم همینه میگه؟ چطوری میشه عراقی هم همینه میگه؟ چطوری میشه شمس تبریزی هم همینه میگه؟ چطوری میشه عطار هم همینه میگه؟ خیلی موضوع ساده است. میدان گرانشی انسان کامل در هر دوره ممکنه نیروهای متفاوتی رو بده بیرون. یعنی یه جایی یک دوره نیروی بین مولکولی رو قوی تر میکنه. گرانشه، یعنی روح گرانشی انسان کامل زمانی که وصله اینقدر قدرتش زیاده که هر آن چیزی رو که بخواد اثر بذاره میذاره. با من مثال بذارید علمی حرف بزنیم اینجا، برای اینکه بعضی آخوان پدر ابله من و شما فکر میکرد که اگه یه روزی بهش میگفتیم که آقا شما تلفن، یه روزی میشه که من تلفن میزنم به مامان، میخندید، میگفت نگو آقا، علمی حرف بزن آقای حسینی، علمی حرف بزن، نگو امکان نداره که کسی از اینجا تلفن بزنه و ننه اونی خرافاتو بری سطل آشغال. اگر میگفتیم بابا من ازت فیلم میگیرم بعدا نگاه میکنم، بابای بابات، میگفت نگو آقا علمی حرف بزن، بچسب به داروین، چرت پرت نگو حسینی، نگو آقا چیچیری از اینجا اونجا، مگه تخیلی نباشین، انقدر دروغ نگین، بچسب به علم یا به سواد. سواد ضد علمه. سواد یعنی ضد علم. ببین آخوند یعنی ضد تصوف، کشیش یعنی ضد تصوف. اینو میفهمی یعنی چی؟ یعنی ضدن، یعنی اینها در یک اقلیم، در یک گلیم نگنجند. چرا اون تو شریعت میاد مردمو پدرشون در بیاره تربیت کنه، در تصوف فقط مسئولین تربیت میشن. خیلی اصلا موضوع فرق میکنه. تصوف اول خودشو تربیت میکنه بعد مسئولینو. اینم هم همینجوریه. علمیه. میدان گرانشی علمیه هموطن. یعنی الان یک دفعه اینو توضیح دادم، یک بار دیگه هم الان جاشو توضیح بدم که برای اینکه بفهمید درون انسان کامل چیه. این عالم جبروت که چی نمیدونیم، هیچ کسی چی نمیدونه، هر کی میگه چیزی میدونم دروغ میگه. ببینیم درون این میدان گرانشی انسان کامل مگه چیه. من میدان گرانشی یک صوفی رو توضیح میدم، کسی که دور انسان کامله، شما خود انسان کامل بعدم میفهمید. میدان گرانشی یک صوفی که تازه از بین صوفیان دور انسان کامل یکیش به این مقام میرسه، دقیقا این ستاره نوترونی. چون ستاره نوترونی یه رفت توضیح دم، اگر یک ساختمان علمیه هموطن، علمیه هموطن، اگر یک ساختمان 50 طبقه در ستاره نوترونی درست کنیم، طبقه اول هر کسی در ستاره نوترونی داره زندگی میکنه 100,000 سال مثلا فرض کن عمر میکنه. اگر بره طبقه دوم، یعنی 4 تا پله بره طبقه دوم، عمر اونجا میشه 1,000,000 سال. یعنی طبقه اول 100,000 سال عمر میکنن میمیرن، طبقه دوم کسی زندگی کنه توش 4 تا پله بره بالا، 4 تا پله هموطن، یعنی بریم یه ساختمون 50 طبقه اونجا بسازیم.
طبقه دوم 1,000,000 سال زندگی میکنن، طبقه سوم 60 میلیارد ساله. اختلاف رو نگاه کنی میفهمی. یعنی اگر یک انسان، اون موضوع آلبرت اینشتینه، الان من میخوام اینو بخونم برای اینکه توضیح دادم که بدونید، موضوع آلبرت اینشتینه که شما هنوز بعد چهارم زمان ما نفهمیدیم، که اون دو قلوها میگه یکیشون میره فلان سیاره، وقتی برگرده اون دو سال از عمرش گذشته، 40 ساله بوده، 42 سالش میشه، ولی وقتی برگشت کره زمین میبینه برادرش مرده، نوش اومده. این علمیه هموطن، علمیه. نسبیت علمیه، نسبت عمر پشه به حسینی علمیه. اون یه روزه است میمیره، چند ماه است، زمستون رو نمیبینه میمیره. من همینطور زمستون میاد تابستون میره، زمستون میاد تابستون، من هستم، کلاغ از من بیشتر است. این نسبیته. حالا فرض کن که طبقه 10 ساختمان ستاره نوترونی بیلیارد میلیارد زندگی میکنه، اون آدم اون بالا، هر چهارتاشون آدمن، یکیشون در طبقه 10، یکیشون در طبقه 4 مثلا، یکی 2، یکی 1. حالا فرض کن این که علمیه، این صوفی، این ستاره نوترونی درون یک صوفیه، قدرت گرانشی اون ستاره نوترونی انقدر بالاست که زمان رو تغییر میده. به عنوان مثال الان، همین الان ستاره های ممکنه باشه که 20 میلیون سال دیگه منفجر میشه، ولی تو الان میبینی، چون انحنای زمان، یعنی زمان کاری کرده که نور انحنای شدید پیدا کرده، میدان گرانشی کاری کرده نور انحنای شدید پیدا کرده. این انحنای زمان از حالتی به حالت دیگر تغییر و فشرده کردن اون، طوری که شما آینده تو میبینی، به همین خاطر از ستاره نوترونی پشت سرت شما میبینی. این علمیه هموطن، علمیه، کپی پیس هم علمیه. یعنی 50 سال دیگه، 60 سال دیگه نیروهای بین مولکول من میتونم خودم کپی پیس کنم. میدونی چی کپی پیس کنم؟ ببین، من دارای یک روحم، روح من در من هست ولی در من نیست، یعنی جسم من میتونه کپی پیس شه، یعنی من میتونم 50 تا مثل خودم درست کنم تو جامعه را برم، یکیش تو آلمان باشه، یکی تو ژاپن باشه، یکی تو ایتالیا باشه. آسنی میشه از صفحات ما کپی بگیری؟ 50 سال پیش میگفتی، 150 سال پیش میگونی میخندم به ریشه من و تو میخندی. نه بابا، کپی بگیریم. کپی یعنی چی آقا؟ آقا میشه کل فیلم های عروسی خانوادگی ما رو 5000 سال بکنیم توی یه دونه فلش؟ بله الان میشه، قبلا نمیشد. پس هر چی که در این دنیا هست در دنیای بعدی هم هست. به عنوان مثال، آیا شما فیلم سینمایی برباد رفته رو دیدی؟ بله قربان. فیلم وسترن دیدی؟ بله قربان. اون دنیا وقتی میمیری، تمام مردم کره زمین فیلماش موجوده. اصلا برای همین تو کره زمینی عزیز، کره زمین داره شاخصه هایی است که میتونه صدا و تصویر رو ضبط کنه. اگر شما در مریخ بودی، خیلی سخت ضبط کردن صدا تو تصویرت. یعنی وقتی که میمیری، ریاستارتی ها میرن اونور، میگن آقا میشه فیلم حسینی رو ببینی؟ میخره $2 میده فیلم حسینی رو میخره. از اول چه غلطی کرده؟ از کجا به دنیا اومده؟ چیکار فیلم سینمایی تازه؟ از اینکه تفریحش اینه که ببینی فرعون چیکار کرده. خیلی دوست دارم فرعون چیکار کرده دیگه. خیلی دوست دارم بدونن که مثلا الان مثلا حاکم مثلا یک کشوری مثل ایران الان چیکار کرده، از اول چه کلکایی زده، اتاق خواب به زنش چی گفته، بیرون چی گفته. حالا اهل تصوف همه رو میدونه، ولی تو هم دوست داری بدونی. دقیقاً فیلمتون اینجا هست. اصلا یکی از تفریحات اون دنیا سینما. پس سینما اون دنیا هست، با هنرپیشه‌های مطرح محبوب. مایکل برات میخونه اونجا، مطمئن باش میاد تو شعر وسط میخونه، حالم میکنه، آیدم میخونه، همش هست. حالا چه فرقی با الان داره؟ فرقش اینه که الان من یه روح دارم و یه دختر یه روح داره، میخوام ماچش کنم. دوتا روح من، میدان مغناطیسی روحی من و میدان مغناطیسی روحی اون، دوتا دیوار جلوشه، یکی بدن جسم مسخره اونه، یکی هم جسم بدن مسخره منه، که نمیذاره این دوتا روح ها هم دیگر ماچ کنن، دوتا جسم ها ماچ میکنن. میفهمی اینو؟ یعنی دوتا ماشین وقتی میخوره به هم، دوتا راننده به هم نمیخوره، دوتا ماشین به هم میخوره. میفهمی اینو؟ برای همین شانس میاری زنده میمونی.
اون دنیا جسمت اینجا انشالله با امید خدا حسینی جسمش دفن شده، اون دنیا فقط روحا به هم ارتباط هست. ببین چقدر ماچ فرق میکنه، یه ماچ چقدر فرق میکنه، همین ماچ به این سادگی، بچه‌ای که مامانی که بچه‌ش ماچ میکنه اون بر چقدر فرق میکنه. اینا واش همش علمیه. عراقی: ما چنین تشنه و زلال وصال، همه عالم گرفته مالا مال. میگه وصال مثل یک آب زلاله که دنیا رو گرفته، ما همه تشنیم، غرق آبیم و آب میجوییم، در وصالیم و بیخبر ز وصال. این شتاب جاذبه هستیم. حلاج اومد گفت آقا شتاب جاذبه این خداست، توی پهنم وجود داره، گرفتن کشتنش. الان دانشمندا فهمیدن شتاب جاذبه، مثلا میگم حالا شتاب دافعه هستن، شتاب جاذبه نیست، شتاب دافعه یا همین جاذبه شما تو همه موجودات هست، تو قناری هست، تو سگ هست، تو گاف هست، تو خر هست، تو همه هست، تو همه هست، تو همه هست. این مثالیست برای شناخت خدا. پس خدا دینی نیست، خدا تو کتاب دینی وجود نداره، لا کتاب دینی وجود نداره، خدا جاییه که تو اصلا باورت نمیشه. شکل شتاب جاذبه رو بفهمی خدا رو میفهمی. اینو قبلا گفتم، توضیح دارم میدم، هی داریم برمیگردیم، هی داستان رو برمیگردیم بفهمیم. پس اون زمانی که کتاب جناب آقای مولوی رو به صورت داستان شمس انداخت توی حوض، داشت بهش میفهمون، نه اینکه بنداز تو حوض، یعنی داشت بهش میفهمون که این کتابو از تو بگیریم اسمش سواده. فرق سواد و علم و توضیح داد به مولوی، گفت ببین تو همه چیز تو این کتاب میندازم تو حوض، ناراحت شدی کتابتو، چی داری که تو تو باشه؟ همه چیزی که آقای مولوی تو کتاب داری تو کامپیوترم من دارم، تو پلاستیکم دارم، چی داری تو خودت که من نتونم به دوزم ازت؟ اونو بهش میگن علم. یعنی چی؟ یعنی ریستارتی شدی، انسان کامل اومده، رفتی، احتیاج به شاتل نداری، میری از کره ماه زمین رو میخوای ببینی، میری راحت میبینی میای. این تو توه دیگه، بیرون نیست، کسی نمیتونه بدوزه، هیچ کی هم تو نمیتونه سوار این پروازت بکنی عزیزم. مال خودته، این جنس خودته، این مهر خودته، اثر انگشت خودته، این اثر انگشت توه. من نمیتونم بیام جای تو بانک اثر انگشت بذارم. پس مال هر کسی متفاوته، هر کسی اثر انگوشش متفاوته و در فضایی که میرم متفاوته. غرق آبیم و آب میجوییم، در وصالیم و بیخبر ز وصال. وسط شتاب جاذبیم، دنبال شتاب جاذبیم، وسط خداییم، دنبال خداییم، وسط انسان کاملیم، نمیدونیم نباشه نیستیم. آفتاب اندرون خانه و ما در بدر میرویم ذره مثال. آفتاب وسط خونه است، ما این شاشکولا، این ذره، دنبال وصالیم، دنبال یه ذره مثال، دنبال یه مثال، یه ذره داریم هی بیچرخیم. گنج در آستین و میگردیم، گرد هر کوی بحر یک مثقال. وسط خونمون گنج، در به در بیرون دنبال گنجیم. چند گردیم خیره گرد جهان، چند باشیم اسیر زن و خیال. خیلی قشنگ توضیح میده، میگه چقدر ما باید بگردیم خیره گرد جهان. چرا اینقدر دنبال جهان میگردی؟ تو اسیر زن و خیالی. خیال میدونی یعنی چی؟ خیال یعنی تلفن. یه زمانی خیال، سرعت خیال دیدن ننه من از آمریکا تا تهران 8 ماه بود، این خیال دیدن ننم بود. یعنی تو این 8 ماه خیال میکردم بعد دارم ننه رو ببینم، بس میدیدم. الان با اسکایپ 2 دقیقه است، سرعت خیال داره میره بالا. یعنی من حسینی دارم به سرعت خیال میرسم. یه زمانی صحبت کردن با ننم 8 ماه تو راه بودم، با خر باید میرفتم، حالا خر نمیمرد. الان خیال من که میخواستم با ننم حرف بزنم شده 1 ثانیه. گوشی رو برمیدم، های مامی، مادرم میگه های مامو، محمد هم نگه، همه خارجی شدیم، میگه اومدیم خارج، خارجکی حرف میزن، های مو، محمد میگن اینجا مو. پس سرعت خیال، میگه چقدر اسیر خیالا میخوایم باشیم. یادت باشه گمان و خیال داره سرعتش میره بالا. یعنی یه زمانی میرسه که ما میتونیم بدنمون از اینجا ببریم پیش مامانم بیاد وسط با هم حرف بزنیم. یعنی دیگه مرزها میره کنار، دیگه زندانی وجود نداره، حالا زندان مجازی و تولیدچه. یعنی روح من و جسم من رو باید یک حکومت بکنه توی زندان. این کار کرده، حواست نیست. الان هر جایی که لپتاپ و کامپیوتر و اینا داری دارن گوش میکنن، شنود داری، یعنی لای زندانی. حالا دنیا دنیای مجازیه دیگه، اون دوره گذشت. مثل مهاتما گاندی بری وسط خیابون، تو دنیای مجازی رژیم عوض میکنی و بعد با فیزیک و ریاضی رژیم عوض میکنی، جهان از تو یاد میگیری چجوری رژیم عوض کنی. خیلی نکته مهم.
درده ای ساقی از لبت جامی، که از نهاد خودم گرفت ملال. آفتابی ز روی خود بنمای، تا چو سایه رو خاورم به زوال. میگه یه خورد از خورشید تو خوشگله به من نشون بده، من مثل سایم، سایه از بین بره. وقتی خورشید بیاد میره، سایه زوال سایه است. نه اینکه حالا منظورم نیست که بخوره به من سایم بیفته، وقتی خورشید کامل منو فرا بگیره دیگه سایه نداره، منظورشونه. تا ابد با ازل قرین گردد، دی و فردای ما شود همه حال. عزیزم این هر چی میگن اینا همشون آدمای بزرگن، هر چی میگن یا دروغگو، هم باید کلن کتاباشونو ببندیم. ابد و ازل با هم قرین شن میشه؟ بزرگی و کوچکی با هم قرین شن؟ قد بلند و قد کوتاه شبیه شن؟ چرا این اتفاق میفته؟ نسبت آلبرت اینشتین رو میگه، میگه تا ابد با ازل قرین گردد دی و فردا، یعنی دیروز و فردا، زمانی که ورداری میشه حال. پس اینها وقتی ریستارتی شدن، انسان کامل رو یافتن، یه چیزی بهشون گفته شده که تو و من نمیدونیم. اینها در اون چیزی که بهشون داده شده با ممارست کاری کردن که تونستن زمان رو بردارن. این داره دقیقا اینو به تو میگه. برای همین حافظ میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. رفته بالا سرشون وایسادی دارن چیکار میکنن؟ تشت بهشون داده، گفته آقا این سیمانش کمه، یه خورده سیمانش زیاد کنیم. خب چرا یک ادیان و حکومت ها نمیخوان تو این موضوع رو بدونی؟ من بدونم؟ چرا نمیخوای بدونی که تو نیروهایی داری در درونت که میتونه بهش برسی با قدرت؟ چرا الان ریستارت نه مال حزبیه، نه وابسته به حزبیه، نه مال دینیه؟ چرا حکومت باش درگیره؟ برای اینکه یک مطالبی توی تصوف و عرفان هست که تو بفهمی خیلی چیزا میرزه به هم. یه بار ما مدافعین حرم رو دادیم رو هوا، تمام هنرمندا رو جمع کرد حکومت که بگه مدافع حرم خیلی خوبه. این چقدر هزینه که میلیون دلار هزینه کرد؟ چرا جو وقتی یک برنامه بیا چند میلیون نفر 20 میلیون بشه، من باید جمهوری اسلامی 50 میلیون برابرش خرج کنه که تا بتونه به مردم بگه آقا این دروغ میگه. از مشکلشون با برنامه ریستارت اینه. سخت‌ترین زمانی که رژیمی میترسه اینه که بدونه که صدایی رو 50 میلیون میشنون، 20 میلیون میشنون، نابوده. گنده‌ترین حکومت‌های جهان دو زانو میشینن و میبوسن شست پای منو تو رو هموطن. گنده‌تر از اینا. داستان فرعون و موسی رو میشنویم. دوباره میخوای داستان موسی و فرعون رو تعریف کنم؟ بله. حکومتی به نام فرعون وزارت اطلاعات صدا کرد، گفت آقا یه برنامه پخش شده سحر و جادو میکنه، این برنامه خیلی سحر و جادوش قویه، این یه عصایی به نام عصای موسی میندازن اجدها میشه، شما هم برو ساحرها رو بگو بیان. شبکه بی بی سی گفت نترس، من بزرگترین ساحرم، بلدم مردمو تا حالا خر کردم، خوب بلدم چه جملاتی استفاده کنم. یه سری آدم در وایس آف آمریکا گفتن ما هم با شما ایم، نترسید. بزرگترین ساحر دوم اومد، 5 شبکه تلویزیونی شروع کرد در داخل ایران ساحرهای بزرگ، شبکه 1 ساحر اول، شبکه 2 ساحر دوم، شبکه 3 ساحر سوم. چرا هی میخوای تو تخیل بری عزیزم؟ که رستم یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم داستان. بدون این داستان ها تخیلی نیست، داستانی که میخواد تو از داستان موسی و فرعون الان بفهمی موضوع چیه. وزارت اطلاعات میلیاردها دلار پول زمان فرعون، تمام زورشون رو زدن، ساحرها هم اومدن. یکی گفت واه بچه چه فیلم سینمایی، یکی گفت وای داره مسابقه پخش میکنه شبکه، یکی گفت عجب فیلم خوبیه، یکی گفت دروغ میگفت آره مردم فلانن، یکی به هوای فلانجا گرد اومده بود میگفت این خاک کربلا تو سر مردمه، یکی تو چای جمکران بود، یکی فلانجا بود، میلیون ها ساحر. این داستان واقعی. و آنگاه پیام رسید که ای محمد عصا را رها کن، مترس. خب منم ترسیده بودم، منم که شروع کردم برنامه را ترسیده بودم، گفتم من چجوری میشه با دو تا سیم آخه کل کشور گرفت؟ مگه شوخیه بابا؟ میلیارد یارو پول داره، ما 2 دلار پول نداریم.
چجوری میخوایم رژیم رو بگیریم. فرمان رسید که آقا خوشگله فرمان داد آقا پول کن اصاره. آقا کجا فرار میکنی؟ شاسکول وایسا، نه ترس، ما پشتتیم آجی. اژدهای ریسارد بقیه اژدها رو خورد، 150,000 کامنت رفت تو اژدهای اول تو بی بی سی، له شد شخصیتش، رفت وسط دستشویی، اومد بیرون فقط قلاب قلاب نفس میکشید دوباره میره تو. پس داستان موسی و فرعون همین الان هست، تو بهش توجه نمیکنی، فکر میکنی زشته است. نه بابا، این داستان رستم و منش کردمش رستم داستان، یه خورده پرابال داده که الان یاد بگیری موضوع رو. این همه سحر و جادوی نوشتاری و روزنامه‌ای و وبسایتی و فرق نیوز و ادیان نیوز و این همه آدم جمع شدن علیه یک برنامه. اون زمانی که من اشتباه کردم، لو دادم طرح اولیم و در یوتیوب و جمهوری اسلامی به خاطر حسینی بس، حالا تلگرام هم خواهد بس به خاطر همین برنامه ریستارت. واقعا داره تلاشش رو میکنه، تمام نخبه‌هاش جمع کرده. چرا؟ چون خطرناکه این برنامه. این برنامه رو ریستارتیا کردنش، ریستارت همین بچه‌ای که دارن زحمت می‌کشن، در آینده ایران هم اینا خواهند بود. اینا باهوشن، اینا همین این 4 تا آدم، اون موقعش 4 تا آدم بودن، الان ببین به چند میلیون رسیدن. این اساس همون اساس. این موسایی که الان بهش میگن خوشگله این دوران، امام زمان این دوران، مهدی این دوران، قطب این دوران، نبی این دوران، ولی این دوران، پیر این دوران، مرشد این دوران، مرشدان ولیه این دوران، این همون موسا هست. باش فقط شوخی نکن، اینا نمیفهمی تو، همش تو تخیل داستان، دنبال داستانی. نه اینجوری نیست، این واقعیت. تا ابد با ازل قرین گردد، دی و فردا و ما و شود همه حال، زمانو برداریم. عراقی میگه باید برای فهمیدن مطالبی که تو عالم ملکوت و ملک و ملک همین دو جهان هستیه و جبروته که انسان کامل، برای اینکه یه ذره از انسان کامل بفهمی باید زمانو برداری. پس شرط اول رسیدن به بعد بعدی برداشتن زمانه. تا زمان داری تو هوایی، تا دین داری ریستارتی نیستی، تا بیدینی ریستارتی نیستی، چون اصلا ریستارت یه مسیر دیگه است، اصلا این مسیره نیست. پس تمام اهل تصوف و صوفیان میتونستن زمان رو بردارن. این راز مهمیه، زمان رو چجوری میتونی برداری؟ چه حفره ای از زمان هست که این همه فیلم دارن میسازن؟ این رازیه که فقط در یک جای پنهانی شخصی به نام انسان کامل به آدما میده. اینه اسمش گذاشتن دین. پس دین یعنی شما باید اون خوشگله رو پیدا کنی، چیزی بهت میده که بود و بر میداری و بعد اون جمله اهل تصوف و مسلمان ها برمیدارن بلغور میکنن، نماز میراج مومن است. دقیقا داره همینه میگه. تو چرا نمیفهمی؟ میگه اگر مومن باشی، یعنی انسان کامل پیدا کنی، نماز، کلیسا، کنیسا، هر چی، هر کاری کنی. چرا؟ چون خوش آنان که دائم در نمازن. دائم در نماز یعنی چایی هم میخوره دیگه، قوری رو بردار، قوری رو بذار، قوری رو ببر، چایی رو دم کن، همش تو نمازه. معراج یعنی زمان رو بر میداری، میری جایی که باید ببینی، اون وقت چشم دل باز میکنی آن بینی، ماتریکس باز میشه، آن چه نادیدنیست آن بینی، چشم دل باز کن که جان بینی. در چنین حال شاید ار گویم، میگه وقتی، پس دقیقا داره میگه، میگه تا ابد با ازل قرین گردد، بشستم به هم، دی و فردا یه ما شود همه حال، یعنی دی دیروز و فردا رو وقتی زمانو برداری میره. عراقی میگه تا زمانو برداشتی چی میشه؟ در چنین حال شاید ار گویم، میگه در این حالتی که زمانو برمیداریم، اگر، ار یعنی اگر گویم، بگم گرچه باشد به نزد عقل محال،
گرچه من به بابای حسینی بگم که ما با تلفن حرف میزنیم میخنده، میگه محاله، میگه قشنگ داره همه رو میگه، میگه وقتی زمان یک صوفی ور میداره ول کن انسان کامل جون مادرت، راجب صوفی فکر کن بابا، اگر نه بذار یه چیزی که عرفا و تصوف گفتن رو بیان کنیم، چیزی از توی میدان گرانشی صوفی بفهمین کافیه. پس چون صوفی میدان گرانشی وجود داره که شاه براش مگسه، پادشاهان جهان مگسن براش، به پره میگه این شب پره، میگه اینی که میپره میبینه ما فانتوم میپرونه، میگه این مگسن میپره آجی، میبینی ناف داریم تو دریا، میگه این خس و خاشکم رو دریاست، دلی به دست آر تا کسی باشی، بر هوا پری مگسی باشی، بر آب روی خسی باشی، دلی به دست آر تا کسی باشی. پیام دقیقا داره اینو توضیح میده. چی بار خودت نشستی بوده فکر کنی که علی‌آباد شهر، علی‌آباد شهر نیست دیگه، استان آجی، بزرگ شده علی‌آباد، هر جا ریستارته. میگه در این حالت من چیزی رو میگم که متاسفانه عقل نمیفهمه. چه کدوم عقل؟ عقل یعنی سواد اینجا، که همه اوست، هر چه هست یقین، یقین ایقان، یقون، یقین، که همه اوست، هرچه هست یقین، جان و جانان، دل و دلبر و دین. برگردون نمیتون تو همین چند بیت دوباره، چون این الان داره از پیدایش جهان هستی صحبت میکنه و رازهای فیزیک و شیمی و ریاضی رو یه طوری باز میکنه و همین خاطر یواش یواش داریم با هم میریم تا ببینیم که منم چیزی از خودم نگفتم، جون مادرتون نچسبونیم به من. هر چی هست از توی پشت هیپوتالاموس مغزی اهل تصوفه. من فقط دارم اشاره میکنم، میگم آقا میبینی چرا این شعر حس حذف شده؟ عالم نبود و من بودم، آدم نبود و من بودم، این دم نبود و من بودم، من خالق اسما هستم. چرا باید شعر از مولوی که میگه خالق جهان هستی ز آسمان ها منم حذف شه؟ پس رازی داریم، ما داریم این رازها رو فقط باز میکنیم که مطلب رو بدونیم، بدونیم که توی اینم بگم حالا تموم شه. ابو علی سینا، هموطن عزیز، این ابو علی سینا در دوران سامانیان زندگی میکرد، یه کتابخونه رو این کد حافظه ابو علی سینا معروفه، هر کتابی خونده بود حفظ کرده بود. یکی از کتابخونه آتیش که میگیره به حاکمش میگه از ناراحت نباش، من همه رو حفظم، یعنی همه رو حفظ میده گدا رو. این آدم از سن 16 سالگی و 9 ماهگیش عاشق ارسطو، یعنی کثرت وجود. هرچی اهل تصوف گفتن آقای ابن سینا لا ارسطو چیزی پیدا نمیشه، ارسطو آخونده، آخونده حکومتی بوده، حرفا رو دزدیده زده. بهش بگی نماز معراج مؤمنه یعنی چی؟ فکر کنه این نماز همینی که میره دلار راست میشه، اینجوری فکر میکنه، چیزی توش پیدا نمیکنه. این گوش نکرد تا آخر عمرش، تا ابو سعید ابوالخیر رو دید. این آدم خدای حافظه بوده، هموطن، اواخر عمرش از ارسطو کلن کن رفت رو فلوتین و افلاطون، فهمید وحدت وجود فقط درست میگه و تصوف و عرفان و ریستارت. اون موقع شد ریستارتی، اما تو تصوف بازیش ندادن، یعنی صوفیش نکردن. فکر میکرد که الان با این خدایی و دانش و سواد و یه کتابخونه حفظ بود آجی. بعد اومد اونجا دو زانو نشست، فکر که الان دیگه صبح صوفی میشه، فکر مثلا اینجا پست وقامیه، نمیدونست کل پادشاهان جهان مگسی هم در مقابل یک اهل تصوف، یک صوفی، ول کن انسان کامل. و تا آخر عمرش در آرزوی صوفی شدن مرد، هموطن، به مقام تصوف نرسید، اما ریستارتی شد. کتاب های آخرش رو بخون، همش جوابش معلومه توش، راه و روش سلوک و راه و روش عرفان و همه رو توضیح داد. و ابو علی سینا رفت، این دانشمند بزرگی که آخر عمرش فهمید ریستارت یعنی چی، آخر عمرش فهمید. حالا ما برای خودمون نشستیم اینجا هی حرف میزنیم، میخواستم کلن بدونید که
همه آدم‌های گنده در طول تاریخ عرضم حضور شما که در بطن نگرششون خودشون از ارسطو جدا کردن به افلاطون رسیدن، راه پیشرفت و پیروزشون بود. شما رو به میدان گرانشی صوفی می‌سپارم خوشگلم، که لحظه‌ای که زمان رو برمی‌داری واردش میشی تو سیر و سلوک، آسمان اول سیر و سلوکت با آسمان دومت میلیاردها سال اختلافه، تو آسمان دوم تازه میفهمی که آدم نبود و تو بودی، عالم نبود و تو بودی، این دم نبود و تو بودی، تو خالق اسماستی، تو هموطن تو. شما رو به میدان گرانشی درون یک صوفی میسپارم. بدرود. زبان خواهد عشق، فهم عشق آری، فهم عشق آری، بیان خواهد عشق، فهم عشق آری، بیان زبان دیگر این ناباز نیست، گوش دیگر لایق این را